برای صحبت بیشتر در این باره دکتر حسین یاسا تحلیلگر مسائل سیاسی از مونیخ با ما همراه هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای دکتر یاسا، با توجه به گزارش تازه یوناما از آسیب پذیری شیعیان افغانستان، وضعیت شیعیان و هزاره ها را چگونه میبینید؟ نحمدک و نصلی علی رسوله الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. طوری که شما فرمودین که بنا به گزارش، نه اینکه ساز گزارش اخیر سازمان ملل متحد، بلکه گزارش های متعدد دیگه هم وجود داره که شیعه ها و هزاره ها در افغانستان روزگار خوبی ندارن و از یک طرف طالبا و از طرف دیگر داعش، که هر دویشان به نظر بنده دور یک سکه است، دیگه اونها قواعد را، قوانین را وضع کردن که زندگی شیعان را تقریبا غیر ممکن ساختن در افغانستان، و از طرف دیگه هم دستای کار میکنن و تلاشای جریان دارن که شیعه ها را و هزاره ها را از افغانستان از لحاظ فیزیکی هم حذف بکنه. یعنی یک جنوساید تمام عیار جریان دارن. این چندمین باری است که وضعیت شیعیان و هزاره ها نگران کننده گزارش می شود. چرا تا کنون شورای امنیت و جامعه جهانی اقدامات جدی انجام نداده است؟ شما درست فرمودین. البته در این مرحله ای که با می حدم که این مسئله بسیار جدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد زیر بحث قرار گرفت و نهادهای معتبر دیگه هم در این رابطه تماس گرفتن، از اونا تشکر میکنم. البته کفایت نمیکنه، شما درست فرمودین، باید که اقدامات جدیتر برای محافظت شیعه ها و هزاره ها در افغانستان صورت بگیره و گام های جدیتر برداشته شود. جناب دکتر یاسا، دوام حملات هدف علیه شیعیان و سکوت جامعه جهانی چه پیامدهایی در کوتاه مدت و بلند مدت در پی خواهد داشت؟ خدمت شما عرض شود که افغانستان سرزمینی هست که فراز و نشیب زیادی را در گذشته تجربه کرده و طالبان فعلا که در حاکم است در افغانستان، در کابل، اونا به این فکر نباشند که این وضعیت دائمی هست و باز هم ممکن است تغییرات جدیتر زمینی رونما شود. بنان بهتر میست که خود طالبان که اگر من خدمت شما دانه دانه یک چند مثالی که طالبا چه کارهایی میکنن، مثلا اونا قانون احوال شخصی اهل تشیع رو لغو کردن، اونا در مناطق شیعه نشینی که درس فقه جعفریه در نصاب تعلیمی زنا بودن اونا رو لغو کردن، اونها فعلا در نظام طالب ها 50% زنها و 20% افرادی از مربوط به اهل تشیع و هزاره نیستند. حتی اونا طی قوانین آخر تلاش دارند که ازدواج مردای شیعه و هزاره را منع بکنه با دخترای اهل سنت، که واقعا یک کار غیر انسانی است که طالبا روی دست گرفتن و از طرف دیگه هم داعش. و بنابراین ضرورت برازی است که اونا باید با یک روی کرد انسانی با این قضایا و تنوع اجتماعی باید برخورد بکنن و جامعه جهانی هم این مسائل بسیار زیاد جدی بگیره. مثل که دفعه گذشته فاجعه در افغانستان آغاز شد، به اوج خود رسید و دامنگیری کل جهان شد، این بار هم بعید نیست که اینمی فاجعه انسانی که در افغانستان جریان داره و با گذشت هر روز عمق آن بیشتر میشه، یک روز دامنگیری جهان باز هم خواهد شد.